کمپین حجاب بی حجاب، نافرمانی مدنی و رؤیای ایران آزاد. درود بر شما، من عادل شریفی هستم و در این بخش یعنی کندوکاو با حضور سرکار خانم دکتر ناهید حسینی و جناب آقای دکتر محسن سازگارا در خدمت شما هستیم تا هرچند کوتاه کندوکاوی بر این موضوع داشته باشیم. بیش از 44 ساله که زنای ایرانی در شرایط بحرانی و زیر ستم جمهوری اسلامی زندگی می کنند. تبعیض عظیمی که علیه زنان در جمهوری اسلامی با حجاب شکل گرفت، امروز در تمام سطوح زندگی فردی و اجتماعی زنان به اشکال گوناگون رسوخ کرده است. زن ایرانی امروز فرصت اشتغال بسیار کمتری نسبت به مردان دارد. از حضور در ساختار تصمیم گیری قدرت سیاسی منع شده و حتی با سیاست‌های بهداشتی و سلامتی جانش نیز در خطر قرار گرفته. آیا تبعیض جنسیتی در ایران آنچنان که با حجاب بر همه شؤون زندگی زنان سایه انداخته با حجاب نیز خواهد رفت؟ خانم دکتر ناهید حسینی، با شما شروع می‌کنیم. به نظر شما کمپین‌های نظیر حجاب بی حجاب تا چه میزان توی کشور ما پتانسیل این رو دارند که منشأ تغییرات کلان باشند؟ اصلا چرا حذف حجاب اجباری مهمه؟ سلام دارم حضور شما و آقای سازگارا و بینندگان محترم برنامه شما. راستش سوالی که شما میپرسید خیلی متفاوته با سوالاتی که تا به حال از من در زمینه زنان و حتی کودکان پرسیده شده. بسیار سوال مهمی هست و جای بحث زیاد. ببینید، حجاب بی حجاب کمپینی که 21 تیر در واقع در ایران را افتاده و از طرف زنان و مردان حمایت خوبی شده، در مقابل اون به اصطلاح برنامه‌ای که جمهوری اسلامی برای روز حجاب و عفاف داشت، میبینیم که خب عکس‌ها، ویدیوها و برخوردی که زنان در ایران داشتن با این مسئله با توجه به پیگیری‌هایی که البته من کردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار خوب بوده. حالا حجابی حجاب هم من این رو به عنوان یک جنبش جداگونه یا اینکه یک حرکت جدا از حرکات قبل نمی‌بینم. جامعه ما یک جامعه مدنی رشد یافته و زنان ما آگاهی بسیاری دارن و جامعه تحصیل کرده هست، یعنی زنان ما تحصیل کرده هستن و در واقع میتونم بگم مظلومترین قشری است که در طول این چهار دهه جمهوری اسلامی مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار گرفته، ولی مراحل مختلفی رو جنبش زنان گذرونده. اما اینکه امروز ما کجا هستیم و چه پتانسیلی در این حرکت می‌بینیم برای اینکه تغییرات کلان وجود بیاره، ما می‌دونیم تغییرات کلان یعنی چی. تغییرات کلان یعنی رفتن جمهوری اسلامی، تغییر قوانین و گذاشتن یک ساختار نوین. من فکر می‌کنم که مبارزاتی که زنان نه فقط برای حجاب در عرصه‌های مختلف مبارزاتی که داشتن، ایجاد این پیش زمینه گذر از جمهوری اسلامی رو فراهم کرده. میدونید حجاب برای جمهوری اسلامی یک هویته، یک شناسنامه است. اینو ازش بگیرید دیگه حکومت اسلامی نیست. خب الانم خود زنان معجبه و بعضی از روحانیان هم مخالفش هستن. حتی من بحثی رو میدیدم در تلویزیون که تلویزیون ایران که خودشون دارن بحث میکنن، خب اکثر مردم مخالف هستن، خب کاری باید کرد. بنابراین به نظر من تا به امروز اون پیش زمینه تغییرات کلان رو به وجود آورده. ما میبینیم که زنان الان حجاب ندارن در ایران، بسیاری از اونا در شهرهای بزرگ، و همینطور میبینیم که صحبت از برابری جنسیتی میکنن. شما در صحبتاتون گفتین که زنان در قدرت سیاسی نیستن. امروز زنان هزینه میدن برای اینکه بتونن در قدرت سیاسی جا داشته باشن، چیزی که جمهوری اسلامی ازشون گرفته. و همینطور میبینیم که نقش بسیار اساسی در شرکت در اعتراضات و جنبش‌های گوناگون دیگه مثل معلمان، بازنشستگان، کارگران نقش بسیار برجسته‌ای دارن. بنابراین از این زاویه
من فکر میکنم که جواب سوال شما رو باید گفتش که این پتانسیل رو برای تغییر کلان داره، زمینه هاش هم فراهم هست، جمهوری اسلامی هم در حال فروپاشی است و من امیدوار هستم که در این راه مردان و دیگر افراد جامعه به کمک زنان بیان و این شعاری رو که دیروز میدادن، میگفتن نه توسری نه روسری، رهبر منم رهبر توی، فریاد کن آزادی، رهبر منم رهبر توی، فریاد کن آزادی، این شامل یک حرکت عمومی است، یک جنبش عمومی است، فقط خاص زنان نیست. و از این زاویه من فکر میکنم که اگر حذف حجاب اجباری قطعی خواهد بود، اما به نظر من نه در این حکومت اسلامی بعد از این. خیلی ممنونم. آقای سازگارا، شما فکر میکنید با این شرایطی که زنای ایرانی و این نسل جدیدتر دخترای ایرانی در پیش گرفتند، تا چه اندازه بر قدرتمندی مدنیت در جامعه ایرانی اضافه خواهند کرد؟ ضمن عرض سلام خدمت شما و خانم حسینی و همه بینندگان عزیزتون، ببینید مسئله زن در ایران یه بُعد تاریخی داره، در واقع از پیچیدگی‌ها و معضلات ما ایرانی‌ها بحث حقوق زنان در طول تاریخمون بوده و در دنیای مدرن که زن‌ها در همه دنیا مبارزه کردن به خصوص در 100 سال گذشته و به حقوق مساوی دست پیدا کردن و رفع تبعیض در بسیاری جاهای دنیا، در ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و زنان ایران زمین در ابعاد مختلف خواستار رفع تبعیض و حقوق مساوی هستند. یکی از نکاتی که میشه گفت یک نافرمانی مدنی، یکی از تاکتیک‌های بسیار شناخته شده و مؤثر مقاومت مدنی، یعنی نافرمانی مدنی گسترده‌ای رو زنان ایران کردن، بحث حجاب اجباری بوده که حکومت سعی کرده که اون رو تحمیل کنه برای اینکه اونجا اقتدارش رو نشون بده. و عملا الان که صحبت می‌کنیم، به نظر من وقتی به جامعه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دختران و زنان ایرانی موفق شدن، به راحتی در شهرهای بزرگ روسری رو از سرشون بر میدارن، راه میرن، توی پارک میرن، توی خیابون حرکت میکنن. و وقتی کار مسخره‌ای مثل یک روز حجاب میذاره حکومت، با یک ترفند ساده در واقع بر وزن رای بی رای حجاب بی حجاب کمپینی رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه، میبینیم که عملا حکومت رو به سخره میگیرن و نشون میدن که دوره این که بخوان پوششی رو به زن تحمیل بکنن گذشته. در ابعاد دیگه هم زنان ایرانی مبارزات جانانه ای کردن. در دانشگاه ها دختران 60 و چند درصد قبولی دانشگاه رو دارن و نشون میدن که از پسرها درس خونترن، بهتر وارد دانشگاه ها میشن. و بعد هم بر سر تبعیضاتی که در شغل و غیره هست، باز خانم ها ایستادگی کردن، مبارزه میکنن. و به هر حال به نظر من تصورات قرون وسطایی حاکمین جمهوری اسلامی رو سنگر به سنگر نقشه بر آب کردن. همونطور که در مقدمه گفته شد، حجاب اجباری در واقع ابزاری در دست جمهوری اسلامی شد که دیگر مصادیق تبعیض رو بر زندگی زنان ایرانی مسلط کنند. به نظر شما حذف حجاب تا چه میزان بر بدنه بتونی تبعیض در ایران مؤثر خواهد افتاد و به اون نفوذ خواهد کرد؟ من فکر میکنم که اگر در جامعه ما
روزی در این جمهوری اسلامی حجاب در واقع حجاب اجباری حذف بشه، بله به طور قطعی دیگه این حکومت حکومت جمهوری اسلامی نخواهد بود. چرا؟ به دلیل اینکه این حکومت از ابتدا قولهایی که داد به مردم هیچ کدومشو نتونست انجام بده، نه آب و برق مجانی، نه تحصیل مناسب با کیفیت، نه بهداشت درست حسابی برای مردم، نه خونه، نه شغل، هیچ کاری برای این مردم نکرده غیر از اینکه پول مردم رو خرج جاهای دیگه کرده، در مناطق دیگه کرده، خرج تبلیغات اسلامی کرده. شما در نظر بگیرید همین گشت ارشاد، همین برنامه‌ای که رو 21 تیر برای به مناسبت روز حجاب و عفاف گذاشتن، میدونید چقدر خرج شده؟ از اون طرف ما میبینیم یک خانواده 5 نفره در نجف آباد خودکشی میکنه، میبینیم قتل‌های ناموسی اتفاق میفته، زنها تن فروشی میکنن برای اینکه لقمه نونی برای بچه‌هاشون خونه بیارن. خب شرایطی که در جامعه ما به وجود اومده، فروپاشی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به نظر من سیاسی، منتها یکم طول میکشه این مرحله سیاسیش. خب وقتی که رژیمی نتونسته هیچ کاری بکنه، از حجاب اجباری برای سرکوب، یعنی در واقع یک سازمان سرکوب، یک سرکوب سیستماتیک رو در جامعه پیش میبره و این سرکوبی که پیش میبره نه فقط شامل زنها میشه، شامل مردها هم میشه، اونها هم به نحوی قربانیان این نظام هستند. در نتیجه اگر حجاب اجباری در کشور ما برداشته بشه، که به نظر من بعد از جمهوری اسلامی خواهد شد، نه الان، ولی فرض میکنیم اگر همچین اتفاقی بیفته، به طور قطعی این حکومت حکومت اسلامی نخواهد بود و اون تبعیض‌هایی که شما ازشون صحبت میکنید و به درستی بدنه بتونی تبعیض اسمشو بردید، چون جمهوری اسلامی واقعاً سر تا سر تبعیض علیه مردم ما هستش، نه فقط زنان، تمام مردم. بنابراین اگر حجاب آزاد بشه، اون موقع مرحله بعد میشه خواستهای دیگر مردم، خواستهای دیگه زنان و برابری جنسیتی رو مطرح میکنن، چون زن نه تنها بدن خودش تسلط نداره، نمیتونه برای زندگیش تصمیم بگیره، اینها میخوان که احاطه داشته باشن بر مغز زن. خب وقتی که حجاب نباشه، در واقع مردان هم مجبور هستن دیگه اون تحقیری که از طرف جمهوری اسلامی نسبت به اینها میشه و اونها رو حیوان جلوه میدن، اونها هم به این فکر بیفتن که نه، نباید قبول کرد که حیوان هستن. و این مسئله باعث میشه یه همکاری بیشتر بین زنها و مردها به وجود بیاد و به طور قطعی کمک میکنه به توسعه اقتصادی و به خصوص آزادی در شرایطی که در اون زندگی میکنیم. آقای سازگارا، فکر میکنید آخرین رد پای نظام جمهوری اسلامی در زندگی مدنی مردمی که راه خودشون رو از حکومت جدا کردند، اجبار به حجاب اجباریه؟ این حساسیت شدید دولت مردای جمهوری اسلامی برای حفظ حجاب اجباری برای چیه؟ اگه حجاب نباشه چه اتفاقی براشون میفته؟ ببینید، این مسئله حجاب از چند بود برای این حکومت مهمه. یک بودش این است که از اون اسلامی کردن جامعه، جمهوری اسلامی، این پسوند اسلامیش که مدعی بودن احکام اسلامی اجرا میکنن، از اون که چیزی باقی نمونده، در واقع یک شکست همه جانبه خورده در همه ابعاد، در قوه قضاییه، در اقتصاد، در اجتماع و غیره، به لحاظ اخلاقی، حتی به لحاظ خود دینی و دینمدار بودن مردم. تنها چیزی که برای این حکومت مونده که اقلا به هوادارای خودش بگه، همین حجاب و بر رفتن به پوشش زنان ایرانیه. بس این نیست که کسی دوست داشته باشه، حجاب داشته باشه یا نداشته باشه، به خودش مربوطه. اونی که زنان ایرانی در مقابلش میستن این است که به حکومت میگن تو حق نداری برای ما تعیین تکلیف کنی، و حکومت باید نسبت به خوردن، خوابیدن، پوشیدن مردم بی‌طرف بایسته، آنچنان که به دین و ایمان و رنگ و نژاد و زبان و غیره مردم هم بی‌طرف بایسته. بنابراین یک بودش حکومت در واقع
رنگ و لعاب اسلامی که میخواد به خودش بده برای طرفدارای خودش رو سعی میکنه بگه که نه حجابه و مثلا اینجوری ما هنوز اسلامی هستیم. حکومتی که تا بن دندون فاسده و بیشرمانه ترین کارها را اعوان و انصارش میکنن در قاچاق مواد مخدر، فاحش خونداری، قمار خونداری و ده ها فساد دیگهی که دست به خصوص سپاهه و ارکانی که به شخص آقای خامنه ای وصله. نکته دیگه این است که این قبیل حکومت ها میان اقتدارشون رو باستولید میکنن توی اینجور قشون به رخ کشیدن، فکر میکنن که باید این کار بکنن و الان چون حکومت جایی ایستاده که از اعتراضات مردم میترسه، آقای خامنه ای دستورالعمل که صادر کرده و دهه 60 برگردیم و غیره، در واقع میخواد ترس و یأس در جامعه ایجاد کنه، مردم منصرف بشن از اعتراض کردن، به همین دلیل هم به بهانه حجاب خشون بکشن و انجام بدن. و نکته آخری که میخواستم عرض کنم این است که از قضا سکنجبین صخرا فزوده، یعنی این واکنش عصبی که شما اشاره کردید مال این نیست که مردم نشون دادن از این جستا و از این قشون کشی ها به بهانه حجاب یا هر بهانه دیگه نمیترسن و چه راحت به اصطلاح ریدیکولش میکنن، مسخرهش میکنن، دستش میندازن و نافرمانی میکنن. به هر حال در مقابل نافرمانی مدنی گسترده زنان ایران، آنچنان که در مقابل نافرمانی مدنی گسترده مردم در مقابل قانون منع ماهواره وقتی از تعدادی بیشتر شد حکومت زانو زد و عقب نشینی کرد، از خیرش گذشت دیگه، بریز حمله کنه، دیش جمع کنه، نمیدونم ریسیور جمع کنه و غیره. در مورد حجاب هم در حدی که رنگ و لعابش رو نگه داره بسنده میکنه و میفهمه که چاره ای نداره. ولی اینکه این تا کجا در واقع باید ادامه پیدا کنه، به نظر من غیر از حجاب ده ها قانون دیگر در کشور هست که مبارزات زنان ایران که حتما باید با همراهی مردا توأم باشه، باید اون قوانین رو هم عوض کنه و در واقع این حقوق برابر رو نهادینه کنه در جامعه ما. سپاسگزارم. و در پایان خانم دکتر حسینی، اگر نکته ای از قلم افتاده، جنبندی دارید و یا حرف پایانی دارید، میکروفون در اختیار شماست. من صحبتمو میتونم اینطوری جنبندی بکنم که واقعا مسئله جامعه مدنی که میدونم آقای سازگارا در این مورد زیاد کار کردن، صاحب نظر هستن و این که این جامعه تقویت شده داره به سمتی پیش میره که میخواد تغییرات اساسی رو در برای خودشون، برای وضعیت کشور به وجود بیارن، من در این زمینه شکی ندارم. و در این مسئله که زنان نقش اساسی و حتی نقش آوانگارد رو خواهند داشت، در این زمینه هم من مطمئن هستم که نقش خود رو ایفا خواهند کرد. و فقط این جمله رو بگم که زنان ما امروز و دیروز که هزینه دادن و امروز دارن هزینه میدن، این هزینه رو برای این نمیدن مثل انقلاب اسلامی تو خیابون بیان رأی بدن، فریاد بزنن و بعد آخوندا و مردها فقط بیان در حکومت قرار بگیرن. این بار زنها هزینه میدن برای این که بتونن خودشون در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بتونن تصمیم بگیرن، نقش داشته باشن و حتی در نوشتن قانون اساسی که تا به حال همیشه توسط مردان نوشته شده، خودشون نقش مستقیم در از بین بردن اون تبعیضاتی که شما ازش اسم بردید، زنها نقش اساسی داشته باشن. و همینطور آقای سازگارا، نکته پایانی شما و جنبندی شما رو هم میشنویم. ببینید، این برخورد درخشان زنان ایران زمین با این تحمیل حکومت یک نکته دیگه هم داره. در عصری داره صورت میگیره که عصر اینترنته، عصر شبکه های اجتماعیه، به قول خانم مارگارت هلن پولیتیکال توربولنسه و به خصوص زنها در سراسر دنیا با هم یک نوع همبستگی هم دارن و
و در دفاع از حقوق همراهی میکنن و این باعث میشه که تشکل زنان به ایران محدود نشه، مقابله و مبارزهشون به ایران محدود نماند. زنان دنیا هم مطلع میشن در آنی، در کسری از ساعت همه در دنیا مطلعن، هم همراهی میکنن، پشتیبانی میکنن. به هر حال به قول تهرونی ها حکومت بخیه به آبدوغ میزنه وقتی فکر میکنه که میتونه در عصر اینترنت اون هم زنان ایران رو پشت چهاردیواری یه مملکت نگه داره و طالبانوار مثلا زور بگه. گویا اینکه حتی شما نگاه کن در افغانستان هم طالبان این گونه گرفتار شده و مسابقه ای که طالبان شیعه با طالبان سنی در ایران و افغانستان دارن میدن هر دو محکوم به شکست. سپاسگزارم از هر دوی شما که دعوت ما و مخاطبین ما رو پذیرفتید. اما 21 تیر ماه وعده ای بود که زنای ایرانی دوباره با همدیگه گذاشتن تا یک شروع دوباره و با نفس و با انرژی به جنبش زنان بدند برای حجاب بی حجاب. این تازه آغاز کاره به گفته خیلی از همراهین این کمپین. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. همچنین از مردای عزیز میخواییم که با خانمها همراهی بکنن، حتی قشر مذهبی و خانمهای محجبه ای که مخالف حجاب اجباری هستند و موافق آزادی در پوشش هستند ازشون میخواییم که با دختران و زنان سرزمینمون همراهی کنند. مخاطبین عزیز، همینطوری که دارید میبینید با سوژه‌های همراهی میکنیم که و از اونا صحبت و کند و کاف میکنیم که شما از ما درخواست کردید. با ما همراه باشید هفته های آینده تا کند و کاف های دیگر رو با قدرت برای شما بسازیم. با همدیگه قسمت بعدی برنامه رو تماشا میکنیم.